سلام فصل هجده قسمت دوم رو با همدیگه شروع میکنیم که عنوانش بود از کرمان تا انگلستان تا اونجایی رسیدیم که ادوارد براون رسید به تهران به رقم میل من به دور شدن از تهران 13 روز طول کشید تا کارهایم را سر سامان دادم چون نمیخواستم از جاده رشت و انزلی به شمال بروم قصد داشتم به بندر مشهد سر بروم و از آنجا برنامه حرکت کشتی های بخار رو تهیه کنم تا از طریق دریای خزر به روسیه بروم همچنین می‌بایست کتاب هایی را تهیه میکردم و پس از بندی از طریق بوشهر به کمبریج میفرستادم بابیانی که برایشان معرفی نامه داشتم را ملاقات میکردم ترتیب نقل و انتقالات را میدادم آخر از همه اما نه کم, کم اهمیتتر تر دیدن تعذیه بود. ماه محرم آغاز شده بود و ازاداری برای حسن و حسین علیه السلام و سایر محسومین و بزرگان روحانیت شیعه شدیدن در جریان بود. معرفی نامه ای برای یک تاجر شیروانی از اتباع روسیه داشتم که توسط وی به بزرگان بابی تهران معرفی شدم. آنها در خانه‌ای نزدیک دروازه دولاب مرا به نهار دعوت کردند من به شدت تحت تاثیر ضعف و بیچارگی و سنگینی حرکات و رفتار آنها قرار گرفتم که هیچ شباهتی با آزادگی آنارشیستی بابیان کرمان نداشت از نظر تحقیقات روانشناسی هم آنان جاذبه چندانی نداشتند و نیز من هم به اندازه کافی با آنها آمد و شد نداشتم که خوب بشناسمشان از آنجا که قصد داشتم همه پول در دسترسم را کتاب بخرم و مسئله این بود که نمیدانستم دقیقا چه کتابی را بخرم و یا از کجا تهیه کنم پس به چندین کتاب فروشی رفتم و از آنها خواستم فهرست کتاب و قیمتشان را به من بدهند و, من و نیز اضافه کردم که چون از چانه زدن بیزارم در مورد قیمت ها بحث نخواهم کرد و خیلی ساده فقط کتاب مورد نیازم را از کسی که ارزان ترین قیمت را بدهد خواهم خرید. این نقشه خوب کار کرد زیرا آنها نمی دانستند من به کدام کتاب فروشی رفته هم و بنابراین نمی توانستند دست به دست بدهند و بر علیه من توطعه کنند. به زودی یک صندوق بزرگ فلزی را با گزیده ای از کتاب های مرجع به درد بخور که اکثرا در اروپا نایابند پر کردم. در اروپا فقط چاپ های بد هندی در دسترس است. همچنین مقداری اشیای خوردریز خریدم و نیز یک دست لباس کامل ایرانی که تحت نظر حاجی سفر برایم دوخته شد. در میان کتاب فروشان با یک مرد سال خورده دوست داشتنی آشنا شدم که یک پژوهشگر واقعی بود. او هر وقت که موفق به یافتن دو سه دست نوشته از کتاب نایابی که مورد نظرش بود میشد، عموما کتب فلسفی و عرفانی خودش با سرمایه گذاری شخصی و بدون کمک کسی به بهترین و صحیحترین وجهی که در توانش بود آن را چاپ سنگی و نشر می کرد. البته هیچ گونه کمک و یا دلگرمی و پشتیبانی از بزرگان دریافت نمی کرد که در روزگاران خوبتر گذشته ممکن بود ارزش کاری را تشخیص دهند و امکاناتی فراهم آورند که زحمات و کارهای ناشی از عشق و علاقه وی در سطح گسترده تری انجام بگیرد. نام او تا جایی که در خاطرم مانده شیخ محمد حسین کاشانی بود نمیدانم اکنون در قید حیات است یا نه اما به هر حال همیشه او را به یاد خواهم داشت او نمونه ای بود از عاشقان کتاب و محققان راستین مهربان بدون طمع مادی و مصمم و با اراده مشرق زمینی و بخت با من یار بود که توانستم با وی آشنا شوم چهارشنبه شش محرم دوازده سپتامبر شام را همراه دوست مهربانم آقای فاهی در اداره تلگراف صرف کردم. در خانه مجاور توسط صدر شاه امین و سلطان مجلس روزخانی فوقلاد گستردهی برپا گردیده بود و ما پس از صرف شام به پشت بام رفتیم و به تماشا نشستیم. در این مراسم یک دسته کامل سربازان همراه تعدادی مهمان دیگر از طرف وزیر سخاوتمند زیافت شدند. برای همه آنها شام فراهم شده بود و من بیش از یکصد سینی غذا را شمردم که توسط خدمتکاران به مجلس آورده شد شب بعد همراه چندین نفر از اعضای سفارت انگلیس به تکیه دولت رفتیم تماشاخانه که مخصوص نمایش تعذیه در محرم ساخته شده و نگهداری می شود. در نظر شیعیان از همان منزلتی برخوردار است که نمایش معجزات اوبرامرگا برای مسیحیان پیرو کلیسای روم. تکی دولت ساختمان گرد و عظیمی است که سقف ندارد. اما در ایام محرم با چادر روی آن را میپوشانند و دور تا دور آن تاخچه های مخصوص بزرگان و محترمین تعبیه شده که یکی از آنها که از همه بزرگتر و بهتر تزین شده است اختصاصا برای شاه نگهداری می شود. تماشاگران عادی در چندین ردیف دایره وار به دور صحنه در میانه مینشینند. و زن و بچه ها در جلو قرار میگیرند. صحنه نمایش عبارت است از سکوی سنگی دایره شکلی در وسط تماشاخانه. هیچ پرده یا خروجی مخصوص بازیگران در کار نیست و آنها هنگامی که حضورشان در صحنه لازم نباشد به سادگی در گوشه می استند. این نمایش و بازی بازیگران به رغم خامی و سادگی بسیار قدرتمند است و غیر ممکن است شخص تحت تاثیر احساسات عمیقی که هم بازیگران و هم تماشاگران از خود بروز می دهند قرار نگیرد. تعذیه کامل مرکب است از حدود سی یا چهل قسمت که نمایش هر قسمت دو سه ساعت وقت می برد. بعضی از آنها از تاریخ زندگی پیامبران یهود گرفته شدند که اینها کمتر تماشاچی را جلب می کنند زیرا احساس همدردی در را در وی بر نمی انگیزند. اما اکثر نمایش ها به مسایب امامان شیعه اختصاص یافتند که از این میان آنهایی که به واقعه دردآور کربلا و شهادت امام حسین سید و شهدا می تأثیرشان از همه عمیقتر و تکان دهنده تر است. من فکر می کنم ایرانیان به طور کلی زیاد دوست ندارند اروپاییان یا مسلمانان سنی به این گونه مجالس راه داشته باشند که احساسات مذهبی تماشاگران با نمایش مصیبت عزمای آشورا یا دهم محرم شدیداً برانگیخته می شود. در این روز دسته های مردان خصوصا سربازان آذربایجانی در حالی در خیابان ها راه پیمایی می کنند که کفن سفیدی بر تن دارند و به زودی با خون دلمه بسته رنگامیزی خواهد شد. زیرا هر یک از آنان آنان غمه ای هم راه دارد و همانطور که بر اثر سینه زدن و فریادهای یا حسین یا حسین سر دادن بر هیجانشان افزوده می گردد با غمه ضرباتی به سرهایشان میزنند و زخمهای عمیقی ایجاد میکنند که در نتیجه خون از سر و صورتشان روان گشته لباسهایشان خونین میشود منظره بسیار مؤثر و تکان دهنده که من امکان دیدنش را یافتم نمایش زنهای داغدیده خاندان اسمت و تهارت را در مقابل شم شمر خدانشناس سردار یزید به تصویر میکشید شمر زره کاملی بر تن داشت و زنهای اسیر را سوار بر شتوران بیزین به حضور او می آوردند. او با حد اکثر خشونت و ستمگری با آنان رفتار می کرد و با شلاق ایشان را از کنار جسد حسین علیه السلام که به, طور آن، که به دور آن جمع شده بودند و ناله و زاری می کردند می راند. نحوه آرایش صحنه و لباس بازیگران خیلی خوب بود. اما چیزی که تا حد زیادی از تاثیر آن میکاست این بود که در حین اجرای تعذیه تعدادی از کالسکه های شاه را با کالسکران هایی که به طرز مزهکی اونیفورم اروپایی پوشیده بودند نمایش دادند. این خودنمایی بیمعنی و بیربط به نظر من با سلیقه قاجار موافق می آید. من بسیار نگران بودم که چگونه دست نوشته های گرانبه های بابی را به انگلستان برسانم. این را می که صندوق کتاب هایی را که از طریق بوشهر به انگلیس می فرستادم ماها در راه خواهد بود و من میل داشتم بلا فاصله پس از رسیدنم مشغول کار روی دست نوشته ها شدم. از سوی دیگر چنان داستان های ترسالودی درباره گمرک روسیه شنیده بودم که می ترسیدم آنها را همراه خود ببرم. بالاخره تصمیم گرفتم آنها را به دقت در پارچه های زخیم بسته و بدوزم و اگر بتوانم اجازهش را بگیرم همراه محموله سفارت مستقیما به آدرس خانه هم بفرستم به این ترتیب یک ماه توسط پیک مخصوص قسطنطنیه و از آنجا توسط پیک ملکه به لندن حمل خواهند شد جدایی از دست نوشته های ها و دشوار به دست آمده حتی برای مدتی کوتاه برایم مشکل و ناراحت کننده بود اما احساس می کردم که این مطمئن ترین طریق است. پس از بستبندی و فرستادن آنها به قلحک به مسکن تابستانی سفارت انگلیس رفتم که تقریبا در شش مایلی شمال تهران قرار دارد و بسیار خوشوقت و آسوده خاطر شدم وقتی دیدم آنها را مهرموم کرده اند و جزو محموله سفارت گذاشتند. از تهران دیر حرکت کرده بودم و بنابراین از وقت نهار گذشته بود و دیر به سفارت رسیدم. تا ساعت پنج و نیم بعد از ظهر در قلحک ماندم و به دیدن بعضی دوستان ایرانی رفتم و حدود هفت بعد از ظهر به شهر بازگشتم آن شب خدمتکارم حاجی سفر مرا برای صرف شام به خانهاش دعوت کرده بود و قرار بود بعد از شام همراه او با لباس مبدل به تماشای بعضی تعذیه های کوچکتر و روزخانی بروم از آنجا که تمام روز جز چای و بیسکویت چیز دیگری نخورده بودم وقت شام مثل قحطی زده ها شده بودم حدود نیمه شب تقریبا نیمه جان به هتل بازگشتم آنقدر خسته بودم که مدتی طول کشید تا توانستم لباسهایم را بکنم و به رخت خواب بروم روز بعد نمیدانم چه ساعتی از خواب بیدار شدم احساس سستی و مریضی و رخوت شدید داشتم انگار همه استخوانهای بدنم شکسته بودند هیچکس سراغم نیامد و عصر بود که توانستم با سعی زیاد برخیزم و مقداری خوراک فراهم کنم پس از صرف یک کاسه سوپ و مقداری چای دوباره به خواب رفتم و صبح روز بعد بیدار شدم حالم کمی بهتر شده بود ولی هنوز آنقدر ضعف داشتم که تا عصر نتوانستم برخیزم دو نفر از دوستان ایرانی هم قول داده بودند مرا برای تماشای ازاداری های بهتری ببرند دوباره سعی کردم و برخواستم شام خوردم و هنگامی که آنها رسیدند فورا یک کت سرداری ایرانی بر تن و کلاه پوست بره بر, بر سر کردم و با این لباس مبدل به راه افتادم که بتوانم برای مدتی خود را یک ایرانی و در میان ایرانیان احساس کنم شب بسیار جالب و دلپذیر یا گذراندم بدون هیچ مزاحمتی مسجد شاه را تماشا کردم و نیز به دیدن خانه دو تن از روحانیون بزرگ رفتم امام جمعه و مولا علی کنی سهشنبه 18 سپتامبر خرید کتاب هایم به پایان رسید که مجموعاً بیش از ده پوند برایشان خرج شد برای استفاده دانشجویان زبان فارسی فهرست 26 مجلدی که به این مبلغ تهیه کردم را همراه قیمت هر یک در اینجا می آورم. 15 کتاب اولی را از دوست خوب سال خوردم شیخ محمد حسین کاشانی و 11 عدد بقیه را از کتاب فروش دیگری تهیه کردم داخل پرانتز تا حسرت بخورند کتاب خانان. یک برهان جامی نامه فشرده و عالی کلمات فارسی در زمان سلطنت فتری شاه و محمد شاه قیمت ده قران من فکر کنم همه اینا رو بخوام بخونم خالی از حوصله شنونده ها باشه من لیستشو توی کانال تلگرام و میتونم آره توی کانال تلگرام میتونم بذارم براتون پس بریم ادامهش 26 بعد اینجا میشه وقتی همراه یک نفر باربر تنومند که خریدهایم را حمل میکرد به هتل بازگشتم آموزگار قدیمم میرزا اسدالله سبزواری را یافتم که از سر لطف زندگی نامه استادش حاج ملاحادی سبزواری را برایم آورده بود و نیز نمونه امضای آن متفکر بزرگ را اگه یادتون باشه توی اون فصلهای قبل در مورد اینکه در حق حاجی ملاحادی سبزواری اجحاف شده و اون خیلی حکیم بزرگی بوده و هیچ وقت اسمش اونجوری که باید مورد تقدیر قرار نگرفته و اینا نظر ادوارد براون بود روز بعد چهارشنبه 19 سپتامبر حاجی سفر ترتیب استفاده از خدمات یک حلبی ساز را داد که توانستیم کتاب ها و اشیاء خریداری شده را در یک صندوق بزرگ چوبی که با حلب نوارکشی شده بود بستبندی و لحیمکاری و محکم کنیم که خوشبختانه همه چیز در آن جای گرفت. وقتی صندوق بسته و آماده شد، توسط چند باربر آن را به دفتر مستر زیگلر واقع در کاروانسرای امیر بردیم و تحویل نماینده آنها دادیم که از طریق بوشر به انگلستان فرستاده شود. ارزش کل محتویات صندوق که خودم برای گمرک برآورد کردم تقریبا 79 تومان معادل 24 پوند شد. بعد از ظهر روز بعد پس از آن که همه کارهایم هم انجام شد از دوستانی که هنوز در تهران مانده بودند خداحافظی کردم و آخرین راهپیمایی خود را در ایران آغاز نمودم که قرار بود با عبور از خطه قابل تعمال مازندران به دریای خزر برسم من توانسته بودم از نماینده مستر زیگلر مبلغ 228 روبل پول روسی تهیه کنم معادل 752 قران و 8 شاهی پول ایرانی و الباقی پولم را که 724 قران و 12 شاهی بود به صورت سکه های نقره و مسین ایرانی با خود حمل می کردم. قرار بود اولین منزل طبق معمول کوتاه باشد و از دو سه فرسنگ بیشتر نشود. اما وقتی به توقفگاهمان من کاروانسرای تک افتاده سرخ حسار رسیدیم ماه کاملا بالا آمده بود. در اینجا اتاق خیلی خوب و تمیزی گرفتم مشرف به حیات کوچکی که نهر آب زلالی از آن می گذشت. کمی پس از خروج از تهران از طریق دروازه شمیران شخصی به ما پیوسته بود که قبلا توبچی بوده و به تازگی به خاطر ارتکاب جرمی از ارتش اخراج شده بود. می گفت خیلی میل دارد همراه من به لندن یعنی لندن بیاید و مدعی بود که ایران محل مناسبی برای شخص درست کار و صادق نیست. او تا آمول همراه ما آمد و آنجا خوشبختانه پیکارش رفت. جمعه 21 سپتامبر حدود و نیم صبح سرخ حصار را ترک کردیم و پس از سواری خسته کننده ای از میان دشتی سنگلاخ و لم یزره یک ساعت قبل از ظهر به کاروانسرای تک و نسبتا مخروبه اصلک رسیدیم. اینجا برای نهار توقف کردم و سید سال خورده جالب و عجیبی که از ناراحتی پارنج می برد از من پذیرایی کرد. او با شادمانی بسیار برایم گفت که چطور اخیرا توانسته معموران مالیه را که برای گرفتن مالیات آمده بودند فریب دهد. او که می آنها قرار است بیایند با وجود پای لنگش پیاده به تهران رفته و همراه خود پولهای نقدش حدود دوازده یا سیزده تومان که اکثر سکه های مسین بودند را برده و آنها را نزد یکی از دوستانش امانت گذاشته. وقتی معموران مالیه رسیدند هیچ پولی در کار نبوده و پس از جستجوی بیفایده آن حول و حوش مجبور شدهاند دست خالی بازگردند. هنگام رفتن یک قرام به پیرمرد دادم که بسیار خوشنود می نمود. کمی پس از ترک اصلک وارد کوهستان شدیم و مناظر زیبایی پدیدار گشت که کم کم شبیه به مناظر انگلستان می شد. زیرا راه ما از میان ردیف تپه های سرسبز می گذشت که آن طرفتر از آنها مغزارهای سبزی طبیعی بود که با چشمه های پر آب کوهستانی آبیاری می شدند و حیوانات اهلی در آنها مشغول چرا بودند. نزدیک غروب به روستای گسترده, گسترده کمتراکم و زیبای آق رسیدیم که از سه دسته متمایز ساختمان تشکیل شده که با خیابان های وسیعی از یکدیگر جدا گردیدند. من در آخرین دسته توقف کردم درست قبل از آن که سعود از سربالایی آغاز شود. اتاق دلپذیری گرفتم که در بالا خانه ای قرار داشت و از آن زیباترین مناظر قابل تصور پیدا بود. شنبه 22 سپتامبر حدود هفت رو به صبح به راه افتادیم و بلافاصله شروع به سعود تندی کردیم. و به طرف گردنه ای که می بایست از آن وارد مازندران میشدیم رفتیم. اولین بخش راه خیلی دلچسب بود زیرا راهمان توسط دیوارهای پوشیده از خزب و گلسنگ مرزبندی شده و درختان پربرگ بر آن سایه میافکندند و نهرهای بیشمار از آن میگذشتند در حالی که دور تا دورمان را زمینهای پوشیده از علف و سبزه احاطه کرده بودند به طوری که مانند آن را مدتهای زیادی بود ندیده بودم همینطور که پیش میرفتیم سربالایی تندتر و سختتر میشد و جاده به صورت مارپیچ از کنار کوه بالا میرفت که به همین دلیل آن را هزارچم نامیده بودند در بالاترین مکان گذرگاه ساختمان کوچکی بود که ناهارمان را آنجا خوردیم قبل از اینکه سرازیری به طرف مازندران را شروع کنیم مسیر سرازیری در ابتدا از کنار رودخانه خروشانی میگذشت فکر می کنم رود لار که کمی بعد در گذرگاه عمیقی فرو می رفت. در عمق گذرگاه به روی برآمدگی کوچکی که از دیواره سنگی یک رشته کوه مقابل بیرون زده بود دهکده اسک دیده می شد که مادر پسر بزرگ شاه یعنی زلول سلطان اهل اینجاست برای من قابل تصور نبود که چطور می شود به آنجا رفت زیرا هیچ راهی در اطراف این پردگاه بیرون آمده دیده نمی شد در سمت چپ ما قله عظیم کلغندی و پوشیده از برف دماوند پیدا بود که می توان از کنار کناره های آن بدون اشکال زیاد صعود کرد به رغم اینکه ساکنان روستای دماوند و در واقع عموم ایرانیان معتقدند که قابل دسترسی نیست زیرا بنابر اسطوره های کهن فریدون نجات دهنده کشور و کینخواه نجاد و بازگرداننده خاندان سلطنتی باستانی زها زه که بدکار خبیس را در آنجا به زنجیر کشیده و خیلیها فرض می کنند که روح آن خائن هنوز قله مهالود کوه را در تسخیر خود دارد اما ساکنان روستای کوچک رینه که ما شب را در آنجا توقف کردیم به چنین خرافاتی درباره کوه اعتقاد ندارند و حتی بعضی از آنها مرتبا به آن صعود می کنند که از قاری نزدیک قله گوگرد برداشت میکنند. صبح روز بعد یک شنبه 23 سپتامبر حدود 7:30 صبح روستای کوهستانی زیبای رینه را ترک کردیم. جاده پرپیچ و خم قشنگی که ما را پایین می برد چنان سرازیری تندی داشت که ترجیح دادم یکی دو ساعت اول را پیاده راه بروم. ته دره دوباره به رودخانه رسیدیم. در بعضی نقاط رودخانه زیر جاده, جاده, را خالی کرده و آن را برده است. پس مجبور می شدیم به آب بزنیم. اما به طور کلی این جاده از پیروزی های نمایان فن مهندسی است. زیرا به زودی در آنقدر باریک می شد که فقط مانند شکافی میان دیواره سمت چپ غربی این دره در تنگ می گذرد در طرف مقابل، بقایای جاده قدیم قابل تشخیص بود که به جای کندن سنگ با چیدن سنگ ساخته شده بود. در یک نقطه از جاده جدید نقش برجستهی که ناصردین شاه را همراه درباریانش نشان میداد بر سخرهی کندکاری شده بود. این نقش ناصر دین شاه هنوز هست. توی فکر میکنم جاده فیروسکو یه مسیر فرعی داره. حوالی دو بعد از ظهر از روستای عبور کردیم محلی برای اقامت در آن نیافتیم پس به راه خود ادامه دادیم برای نهار در کشداری توقف کردیم و حدود چهار بعد از ظهر به خانه که کنار پلی ساخته شده بود رسیدیم چهاروادار میل داشت برای شب اینجا توقف کند اما باز هم محل مناسبی برای اقامت یافت نشد بنابراین دوباره به راه خود ادامه دادیم با وجود قرولند چهاروادار که می گفت آخر مازندران است چه میخواهید؟ بالاخره حوالی غروب به گروه کوچکی از کلبه رسیدیم که آمیخته ای از غار و کپر بودند در محلی به نام کالوان کالووان که آنجا توقف کردیم شب دلچسبی بود که تابش محتاب و زمزمه رودخانه بر دلپذیری آن می افزود. اما داخل غار کپری که من همراه صاحبانش در آن اقامت کرده بودم فضای خفه و گرمی بود و پشه ها به فراوانی هجوم می آوردند. دوشنبه 24 سپتامبر حدود 7:30 به راه افتادیم و مدتی همراه یک نفر چاروادار مازندرانی راه سپردیم که اطلاعاتی به من داد که چاروادار اهل جنوب خودم نمی توانست بدهد. راجع به اینکه قلعه شیخ تبرسی دقیقا در کجا قرار دارد. این قلعه از محلهای تجمع و قوت بابیه بوده و من میل داشتم اگر ممکن باشد قبل از خروج از مشهد سر آن را ببینم. اطلاع یافتم که آن طرفتر از بابل قرار گرفته. ما بین بابل و ساری با مقداری فاصله از جاده اصلی نزدیک روستایی به نام کاراگیل و اینکه اگر بخواهیم به دیدن آن بروم بخواهم به دیدن آن بروم باید از بابل حرکت کنم. همینطور که پیش میرفتیم رفتیم دره شروع به وسیع شدن کرد و دیوارهای های که قبلا دو طرف را گرفته بود جای خود را به دامنه های جنگلی داد. در مقابلمان هم تپه های جنگلی کم ارتفاع پدیدار گشت. اطراف جاده انارهای وحشی و درختان دیگر همینطور قطور و قطورتر می شدند. تا جایی که دیگر نمی توانستیم مسافت زیادی جلوتر از خودمان را ببینیم. به زودی به کلی از زمین های ماهوری خارج و وارد جنگلی وسیع شدیم که در آن خزه ها و سرخص های قطوری رشد کرده بودند. به زودی از فضای باز وسط جنگل عبور کردیم که در مغزار سرسبز آن اینجا و آنجا سیاه چادرهای ایلیاتی دیده می شد. در حالی که احشام و گله هایشان اطراف خیمگاه به آرامی می چریدند. گذشته از سیاه چادرها و فراوانی ویژه گیاهان به طور کلی مناظر به طرز حیرت آوری شبیه انگلستان می نمودند تا حدی که من می توانستم خیال کنم به زادگاه خود بازگشتم. در یکی از فضاهای باز و دلپذیر وسط جنگل برای ناهار توقف کردیم. ناهار ما نبارت بود از گوشت مرغ همراه با برنج آب که در لحجه مازندرانی به آن کته می گویند. مدتی بعد جاده وضع بسیار بدی پیدا کرد و گاه عمق گلولای به اندازه‌ای بود که حیوانات به سختی قدم برمی داشتند. چاروادارمان قصد داشت به طرف روستایی به نام فیروز کلا برود. اما ما کمی آن طرفتر از نقطه‌ای که جاده آنجا از جاده آمل منشعب می شود گذشتیم و مقداری به طرف آمل رفته بودیم که چاروادار خود را به ما رساند. جر و بحث پراشوبی بین او و هاجی سفر در گرفت زیرا او قصد داشت که ما را به عقب بازگرداند اما از آنجا که یک روستایی سال خورده که اتفاقا از آنجا میگذشت به اطلاع ما رساند که تا آمل فقط یک فرسنگ مانده ما اصرار کردیم به راه خود ادامه دهیم و بالاخره چاروادار با اکراه مجبور شد قبول کند دوباره مناظر اطراف به ناگهان تغییر کرد و از جنگل فشرده وارد پهنه دشت مسطح پرآبی شدیم که علف ها و نیه های بلندی سطحان را پوشانده بود و اینجا و آنجا استخرهای آب راکد و احشام در حال چرا دیده می شدند. حدود شش بعد از ظهر از روستای کوچکی با کلبه های نین و پوشالی داخل پرانتز در ایران سرزمین خانه های خشتی و گلی و بام های مسطح بسیار عجیب می نمود عبور کردیم. در میان این کلبه ها ساختمان های چوبی بلند و جالبی به چشم میخوردند که هر یک عبارت بود از چهار تیرک ستبر عمودی که بالای آن با نی و حسیر شیروانی زده بودند و کمی پایین تر از آن یک, یک جور سکو ساخته بودند که بر روی آن فرش و بالش گسترده بود من فکر کردم که ساکنان محل در فصل گرما برای فرار از پشه ها آنجا می خوابند اما حاجی سفر گفت به خاطر فرار از مه نه کم ارتفاع که شبها روی سطح زمین گسترده می شود ساخته شدهاند. حدود نیم ساعت پس از عبور از این روستا به آمل رسیدیم که یکی از شهرهای اصلی مازندران است، شهری خوشمنظره و پر جنب و جوش با رودخانه بزرگی که آن را به دو نیم کرده. که پل باریکی با آجر روی آن زده شده است. پس از عبور از روی پل در خانه مرد محترمی از اهالی محل جای گرفتیم. اما با وجودی که اتاق من به اندازه کافی تمیز و راحت بود، هوای مرتوب و سنگین، پشه ها و گربه های ولگرد همگی دست به دست هم دادند تا دا مدتی نتوانم بخوابم. سه شنبه 25 سپتامبر حدود 7.30 صبح راه افتادیم تمام روز مسیرمان از میان زمین های مردابی هموار می گذشت. که سطح آن را بوته های زمخت کم ارتفاع و نی و حسیر و سعد کوفی پوشانیده بودند. در اطراف و داخل گودال های آب راکت و مرداب های بیشماری که از کنارشان می مارها، مارمولک ها، بعضی بزرگ و سبز رنگ و بعضی کوچک و قهوه‌ای و لاک ها و غرباغه ها می جاده در بسیاری نقاط فقط کمی بهتر از های اطرافش بود و گاه به سختی تشخیص داده می شد. به رغم اینکه این شاهراه اصلی ما بین دو شهر اصلی و عمده مازندران بود. حدود پنج بعد از ظهر از پل متناسبی روی رودخانه بابل عبور کردیم و با پیچ تندی به طرف چپ یعنی شمال در امتداد ساحل شرقی رودخانه راه خود را دنبال کردیم و از میان مرتع عمومی وسیعی گذشتیم که برای چرای احشام مورد استفاده قرار می گرفت. چند دقیقه بعد به بار فروش رسیدیم. وقتی وارد شهر می شدیم در طرف راست ما دریاچه بزرگی بود که سطح آن را نیلوفرهای آبی پوشانده بودند و در وسط ای قرار داشت. این جزیره توسط پلی به ساحل وصل بود و روی آن قصری تابستانی به نام باغ شاه بنا گردیده بود که شاه وقتی که به دیدن این منطقه می آید در آن اقامت کند. کمی بعد درست بیرون شهر از کنار کاروانسرایی که اکنون مخروب است تازه اون موقع مخروبه بوده. عبور کردیم که در آن بابیان تحت رهبری ملا حسین بشرویه در مقابل اهالی بارفروش از خودشان دفاع کردند. طی برخورد و درگیری که قبل از جنگ سخت در قلعه شیخ دبرسی به وقوع پیوست. با ورود به شهر میدان وسیع سبز میدان مرا به یاد فاجعه پایانی جنگ بزرگ سالهای 1848 تا 49 میانداخت. زیرا همین جا بود که در تابستان 1849 ملا محمد علی بارفروش که بابیان او را جناب قدوس میخاندند همراه عمده همکیشان باقی مانده به دست سعید العلماء و مریدان و پیروانش به قتل رسید. شهر بارفروش بسیار بزرگتر و بهتر از آمل اما کم منظره تر و فاقد محل های تاریخی است. ما در کاروانسرای تقریبا مخروبه نزدیک مرکز شهر جای گرفتیم. در اینجا حوالی عصر یک نفر از اهالی کابل به دیدنم آمد که طبعی انگلستان بود و با غرور نمایان, نمایان پاسپورتش را نشانم داد و نیز یکی دو نفر دیگر هم آمدند که خبر دادند روز گذشته سفیر روسیه سر راهش به ساری از اینجا عبور کرده و به طوری که من فهمیدم منظورشان این بود که او قصد دارد با کشتی از استراباد به کشورش بازگردد من از دیدار کنندگانم درباره قلعه شیخ تبرسی پرسجو کردم که هنوز شدیداً میل داشتم آن را ببینم آنها گفتند که در فاصله دو فرسنگی جنوب شرقی بارفروش قرار دارد شب پس از صرف شام حاجی سفر را صدا زدم و میل شدید خود را به دیدن قلعه شیخ تبرسی با وی در میان گذاشتم و پرسیدم که آیا امکان دارد که این کار را انجام دهیم او پس از مدتی تحمل جواب داد که ما باید حتما فردا اول شب در بندر مشهد سر باشیم تا خود را به کشتی بخار برسانیم که قرار است پنجشنبه صبح زود حرکت کنند تنها راه عملی این است که اگر ممکن شود راهنمایی وارد و مطمئن با دو رأس یا بوی تنومند مازندرانی را اجیر کنم که مرا به قلعه ببرند و دوباره به بارفروش برگردانند و از اینجا به مشهد سر ببرند و او خودش همراه اساسیه من مستقیما به مشهد سر برود و در انتها گفت این همه بستگی دارد به اینکه بتوانم یک راهنما بیابم اگر موفق شدم آن وقت شما رو قبل از سحر بیدار می کنم که زودتر به راه بیفتید و اگر هم موفق نشدم باید به ناچار آن را فراموش کنید خب دیگه قسمت آخر رو که موفق هم میشه یک نفری رو پیدا کنه که ایشون رو ببره توی قسمت بعدی میخونیم و دیگه آخرین قسمت کتاب یک سال در میان ایرانیان میشه اگر هم پیشنهادی دارید برای کتاب دیگه ای که با هم دیگه بخونیم برای من کامنت بذارین مرسی روز و شبتون بخیر او هر من لام پر یسوع هر بایت بودی آبست سری نبستی دم سری دم کوچر پر, پر پری دم لول لول لولی بلوره نور بر خودی دیه به تن اکسی با کش نیار بمونست گل رویم نه منو گل روی دار ماتتی سوی دار دل آرزوی دار لا 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 تی بلاره بلاره سر دم و مشت نوره بای بردی آبسر نه نو بسری دو چی دست سری دو کوتر پر, پر دا دو لا 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 تیب نوره